تولید کنندگان گندم ناحیه رستوف در روسیه امیدوارند که در هفته های آتی بارش باران مجرعه های آنها را از خطر کمابی نجات دهد در صورت نباریدن باران تولید گندم امسال این ناحیه با کاهش 5 تا 20 درصدی رو به خواهد بود مسئول بخش بهره برداری کشاورزی و بسته به نهاد آرزد اگرو میگوید از پاییز سال گذشته وضعیت اقلیمی دشواری داشته ایم. با کمبود جدی رطوبت مواجه بودیم در ابتدای ماه آوریل باران بارید و بر میزان رطوبت خاک افسود این میزان بارش اجازه افزایش میزان گندم ها و رسیدن به این میزانی که میبینید را داد. افزایش دمای هوا تا 34 درجه سانتیگراد در ماه مه و کمبود آبهای ذخیره شده در رستوف تأثیراتی بر نواحی جنوبی روسیه داشته. رستوف، کراسنودار و ولگوگراد سناهی در روسیه هستند که به خاطر صادرات گندم به خصوص به آفریقای شمالی و خاورمیانه از طریق دریای سیاه اهمیت دارند. یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان غلات سقوط ارزش روبل در مقابل دلار در سال 2014 میلادی است این امر به ویژه در هزینه های مربوط به نگهداری و خرید ماشین آلات کشاورزی خود را نشان می‌دهد مدیر شرکت آرزد اگرو پیش از سال 2011 ما تنها ماشین آلات ساخت روسیه را رو داشتیم. از سال 2011 آغاز به خرید ماشین آلات ساخت خارج کردیم. این ماشین ها از لحاظ مصرف انرژی به تر هستند و اجازه صرفه‌جویی در سوخت و لوازم یدکی را به ما می دهند. برای برداشت دو نیم تن گندم در هکتار، مزارع با کیفیت جنوب روسیه نیازمند حدود 20 میلیمتر بارش باران در ما هستند. این در است که مزاری با کیفیت کمتر و در صورت بارش باران تنها یک و تن گندم در هکتار محصول می دهند.